ابراز نظر بکنه، عدالت این است که این زمینه رو فراهم بکنیم. اینا اصولی است که هست و معتقدم جناب آقای مهندس موسوی هم این اصول رو قبول دارن، در عین حالی که در مقام عمل معتقدم که حالا نمیخوام بگم 100%، ولی خیلی به اون جنبه های اصلاحاتی که ما میگیم نزدیک. ببینید، اگر ما مشخص بکنیم که چرا مردم میخواستن رأی بدن و هدف ما در این مرحله چیست، من فکر میکنم خیلی مسائل روشن میشه. من فکر میکنم دو امر مهم در این مقطع تاریخی وجود داشت. یکی این که دولتی روی کار بیاید که واقعا به حقوق مردم معتقد باشه، به حرمت مردم احترام بگذاره، به زندگی مردم توجه داشته باشه و قدرت استفاده بهینه رو از امکانات داخلی و بین المللی برای ارتقاء هم حیثیت ایران، هم وضع زندگی مردم، هم تقویت زیربناها داشته باشه. این یک امر. مسئله دوم این که به نحوی به همون بخش اول مربوط میشه، اینه که وضعیت موجود مطلوب نیست و متناسب با شأن ملت ایران نیست. این به هیچ وجه به معنی تعرض به شخصیت یا انگیزه عزیزانی که الان در عرصه خدمت هستن نیست. اونا تلاش میکنن، انگیزه خیلی هم دارن، اما به هر حال سیاست ها و روش هایی که اعمال شده، ما معتقدیم این به نفع کشور، به نفع ملت و به نفع انقلاب نیست. تهدیدها زیاد هست، مشکلات زیاد هست، وضع اقتصادی وضع خوبی نیست. حتی معتقدم ارزش ها که برای ما خیلی ارزشمنده مصادره می شود به نفع مقاصد خیلی تنگ و کوچیکی. اینها باید تغییر پیدا بکنه و تغییر مثبتی که میگیم اتفاقا بازگشت به اصول و منافع ملی است. اگر این دو امر در نظر باشد، حالا باید ببینیم که با آمدن بنده این تحقق پیدا میکرد یا یعنی حتما موکول به این بود که شخص من بیام، یا ممکن است بنده هم نباشم ولی این دو امر مهم تحقق پیدا بکنه. بنده با اون تعبیرهایی که کردم، جناب آقای مهندس موسوی این مسئله رو میتونن تحقق بدن، این دو امر مهم رو، اگر ایدئالی ما فکر نکنیم. و البته این به هیچ وجه به معنی نقص شخصیت جناب آقای کروبی نیست. ما صحبتمون اینه که به هر حال در این انتخابات باید پیروز بشیم. من معتقدم که اگر ما به این که چرا به خاتمی به فلانی رأی میدهیم، این چرا رو مشخص بکنیم، ممکن است که به جای دیگری هم رأی بدهیم که همون خواست واقعی ما که خیال میکردیم در زمینه بودن آقای خاتمی تحقق پیدا میکرد، الان هم تحقق پیدا بکنه. و من معتقدم که این هم تحقق پیدا میکنه. هر کس در انتخابات شرکت میکنه باید به پیروزی بیاندیشه. اینجا تواضع از خودگذشتگی و اینا معنا نداره. یا کسی نباید بیاد تو سنه، یا معتقد حرفایی داره، دیدگاهی داره، یا این دیدگاه موجود و حرفای فعلی رو نمیپسنده و میاد که با پیروزیش این مسئله رو تحقق پیدا بکنه. بنابراین همه ما باید به پیروزی بیاندیشیم. در این مرحله معتقدم که یک وضعیت نابرابری در جامعه ما وجود داره. امروز تبلیغات رسمی ما، نهادهای فراملی یا ملی ما که باید بی‌طرفانه عمل بکنن، صریحاً و با همه وجود به نفع یک جرایان وارد عرصه شدن و نهادهایی که باید برگزار کنن انتخابات را، نظارت بکنن بر انتخابات رو، یا عملاً اگر هم اعلام نمی‌کنن عملاً اینجوریه. کاش فقط به رفع یک جریان وارد درس شده بودن، مشغول تخریب همه جانبه یک جریان دیگرن. پس بنابراین پیروزی خیلی آسان به دست نمیاد در این عرصه. شاید اگر من می اومدم به خاطر عنایت و لطفی که مردم به من داشتن، یا روشنتر بود وضعیت، این پیروزی آسانتر بود. و اتفاقا چون این پیروزی دشوارتر است، به دست آوردنش هم اهمیت بیشتری داره و شیرین تر خواهد بود. من میگم یک راه وجود دارد برای موفقیت. چه کسانی که به من علاقه داشتن،
چه کسانی که به خاطر کشورشون و انقلابشون باز به من علاقه داشتن، عرض میکنم حضور همه جانبه مردم است که میتواند پیروزی ما رو تضمین بکنه. اگر همه کسانی که حق رأی دادن دارن، حالا همه که نمیشه، درصد بالایی از اونها در عرصه بیان، هیچ ترفندی نمیتواند اکثریت قاطع مردم رو لکدار بکنه. بنابراین ما یک را داریم، امکانات موجود و رسمی دولت که در اختیار ما نیست، اگرم بود ما از بیت المال نمیخواستیم استفاده بکنیم، امکانات تبلیغاتی رسمی کشور در اختیار ما نیست، حتی مشکل داریم برای صدامونو برسونیم به مردم، در این حال باید بکوشیم که این صدا رو به مردم برسونیم و مردم رو تشویق کنیم بیاین تو صحنه. تنها یک راه وجود داره، حضور حد اکثری مردم در صحنه، و من اولا تشکر میکنم از جریانهای مختلفی که با همه وجود اومدن در این صحنه نابرابر در عرصه بدون هیچ توقعی و با همه وجود آمدن در عرصه برای اینکه احساس مسئولیت میکردن، و من هم واقعا سپاسگزارم و افتخارم میکنم که مورد توجه اینا بودن. و این بخش جامعه که جوان به طبع احساسات داره بسیار خردمندانه عمل میکنه، و میبینیم که بعد از اینکه من انصراف دادم، با اینکه گلایه داشتن، هنوزم شاید گلایه داشته باشن، با کمال خردمندی و محاسبه اعلام موضع کردن و جهت خودشون رو در انتخابات مشخص کردن، برای اینکه یک اصل و هدفی فراتر از اشخاص در نظر اونا بود. در اینجا عواملی که میتونن مؤثر باشن در پرشورتر شدن انتخابات، جهت دادن انتخابات و تشویق مردم برای حضور و آگاه کردن مردم، اینا عوامل مهمی است. در این مرحله یک جریاناتی رخ داد که هم برای من افتخارآمیز بود، هم بسیار دلگرم کننده نسبت به آینده، و اون فعالیت وسیع بیچشم داشت و متفکرانه نسل جوان اندیشمند و دلسوز ما بود، از جمله جریان موج سوم. اینا هیچ توقعی از هیچ کس نداشتند. احساس کرده بودند که باید در کشور یک تحولات ایجاد بشه، دلبسته به انقلابشون بودند، دلبسته به مردم بودند و معتقدم بودند که خردمندانه تر میشه این مملکت را اداره کرد. آمدن در صحنه و یک سلسله فعالیت هایی از جمله پویشیاری رو راه انداختن، یعنی کارهایی که مردم باید بکنن در عرصه انتخابات و کاری که پویش و موج سوم میتواند کمک بکنند به مردم برای اینکه اون کارها رو انجام بدن. بست انتخابات، بالا بردن آگاهی ها، ایجاد زمینه هایی که برای حضور مردم هست، و اینا مسائل ابتکاری و ارزشمندی بود. همچنان که دوستان ما در یاری و دوستان ما در ستادهای 88 حضور داشتن و همه اینا ارجمنده، من معتقدم که اولا مردم باید واقعا بیان توی عرصه، دوم اینکه اعتماد بکنن به این موج فرزندان مخلص و خوبشون که هم ابتکار دارن، هم احساسات دارن، هم احساس مسئولیت دارن، هم خردمندی دارن، به نام موج سوم در عرصه آمدن، و اونها هم یاری بکنن که پویشیاری ها در جامعه ما کارآمدتر بشود و به جوانان عزیز و همه عزیزانی که به من محبت داشتن عرض میکنم آقا ما در موقعیت خطیر قرار داریم، باید همه بیاییم در صحنه و خدای نکرده کاری نکنیم که فردا حسرت سنگینی داشته باشیم. کوتاهی امروز ما موجب حسرت سنگین فردای ما خواهد شد، و امروز در اختیار ماست که ما این کار را انجام بدیم، و امیدوارم که هم دوستان عزیز ما در موج سوم، در یاری، در ستادهای 88 و همچنین ستادهایی که واقعا قبل از انصراف من شکل گرفته بود فعالیت جدی خودشون رو انجام بدن، و صدای من به هر کس که میرسد